پس از درز یک مکتوب تبعیض‌آمیز از سوی فرماندهی پلیس امن و نظم عامه به رسانه ها که در پیوند به آن چندین مقام پلیس بازداشت شدند، آلان نامه از ریاست عمومی امنیت ملی به رسانه ها درز کرده است. در این نامه آمده است که گروه طالبان با تفاهم شورای کویته قصد دارند هواپیماهای عامل مسافران و سیاسیون کشور را هدف حمله تروریستی قرار دهند. در این نامه از کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی خواسته شده است تا جلو اقدامات تروریستی را در میدانهای هوایی کشور بگیرند. ریاست جمهوری میگوید که بررسی ها در خصوص چگونگی این نامه جریان دارد. باز هم ما انتظار داریم که همه موضوع را شما با امنیت ملی شریک کنین و معلومات دقیق گرفته شوه و بعد از وقت موردش خبر نشر میشه و تحلیل میشه، او شاید دقیق‌تر و بهتر باشد. تلاش کردیم در این خصوص دیدگاه ریاست عمومی امنیت ملی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری همچنان در مورد نشستی که قرار است در ولایت قندهار برگزار شود میگوید نشست هایی که در خصوص مسائل سیاسی در کشور برگزار می شود باید مطابق به قانون اساسی و منافع ملی کشور باشد. هر نشستی که در راستای منافع ملی افغانستان باشد، در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد و کمک کنه به بیرون رفت از چالش ها و مشکلات، قطعا اون نشست ها میتونه برای افغانستان مفید و سازنده باشد. گفته می شود این نشست به میزبانی فرمانده پلیس ولایت کندهار برگزار می شود و قرار است شماری از سیاسیون کشور نیز در این نشست اشتراک کنند.